دوستان به چنل من خوش اومدید. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. اگر یادتون باشه اولین آموزشی که ما با هم توی این کانالمون دیدیم راجع به XUI بود و پنل V2Ray. امروز یه پنل خیلی کامل میخوام بهتون معرفی کنم که نسبت به XUI واقعا کاملتر. پروتکل های جدید رو هم ساپورت میکنه، مثل هیستریا، نیفراکسی، تروجان، تروجان گو، ویلس و ویمس هم که قطعا داره، روش میتونید TLS و XTLS هم کانفیگ کنید به راحتی. نصبش مطابق اون چیزی که اگه بهتون میگم جلو برید اصلا سخت نیست. سعی کنید دقیقا مثل ویدیو برید جلو و کارهایی که بهتون میگم رو حتما انجام بدید. برای داشتن این پنل شما نیاز به یک سرور مجازی اوبونتو 20 به بالا دارید، یک دامنه هم باید داشته باشید. حالا میتونید دامنه رو رایگان بگیرید یا از دامنه‌های پولی استفاده کنید. طریقه گرفتن دامنه رایگان رو هم توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم. قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش، چند من از سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره و بدونید تنها حمایت شما از من همین کارهایی که بهتون گفتم، پس دریغ نکنید. خب بریم سراغ اینکه چطوری میتونید پنل رو نصب کنید و این کانفیگ عالی رو روی سرورتون داشته باشید. اول از همه بچه‌ها دامنه‌تون رو توی سایت کلودفلر اد کنید، نیم سرورهای کلودفلر رو روی دامنه‌تون اضافه کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید تو قسمت DNS اینجا باید یک ساب دامین ایجاد کنید، اد ریکورد رو میزنید. مطابق آموزش‌های قبلی که بهتون دادم اینجا به فرض مثال یک ساب دامنه تعریف میکنید. توی قسمت IP ورژن 4 هم IP سرور مجازیتون رو قرار میدید، تیک پراکسی استاتوستون رو هم خاموش میکنید و در نهایت این ریکورد رو اینجا سیو میکنید. دقت کنید بچه، ما اصلا توی این آموزش نیازی به CDN نداریم. بعد از اینکه این کار رو کردید باید به سرور مجازیتون وصل شید. میتونید از نرم افزار پوتی استفاده کنید. روش کار با پوتی هم تو آموزش قبلی بهتون گفتم. اینجا IP سرور مجازیتون رو قرار میدید، پورتش رو مشخص میکنید، در نهایت اوپن یا همون کانکت رو میزنید و به سرور مجازیتون وصل میشید. اگر نمیتونید از XShell یا ترمیوس هم استفاده کنید که من توی این آموزش طبق معمول دارم از ترمیوس استفاده میکنم. لینک فایل دستورات رو هم براتون هم زیر ویدیو هم تو کانال تلگرام قرار میدم که راحت ازش استفاده کنید. اولین کاری که باید انجام بدید دوستان اینه که سرورتون رو آپدیت و آپگرید کنید. با این کامندی که براتون اینجا گذاشتم این کار رو انجام میدید. حالا این یه مقدار طول میکشه، من سعی میکنم جایی که طول میکشه رو براتون کات کنم که وقت شما هم گرفته نشه. خب دوستان آپدیت سرورمون انجام شد. از طریق این لینکی که براتون این زیر گذاشتم وارد سایت تروجان پنل میشید و از سایت تروجان پنل رو باز میکنم. از قبل من این رو باز کرده بودم ولی مجددا میذارم که شما ببینید دقیقا همون پنل هست. این قسمت یک کویک اینستالیشن داره. این لینک اول رو اینجا کپی میکنید و داخل سرورتون پیست میکنید. بچه دقت کنید، حتما اگر دارید از این پنل استفاده میکنید سعی کنید OSتون خام باشه، یعنی پنلهای قبلی رو پاک کرده باشین یا ترجیحاً یک بار OS ریلود بدید که پورت 80 و 443تون حتما خالی باشه. یعنی این اسکریپت رو سعی کنید روی یک OSی که تازه آوردین بالا حتما اجرا کنید. خب بعد از اینکه اسکریپت رو اجرا کردین اون بالا دو تا گزینه هست، تروجان پنل هست و تروجان پنل کور. شما اول باید تروجان پنل رو نصب کنید روی سرورتون. گزینه یک رو انتخاب میکنید، اینتر میکنید. بچه این اسکریپت از داکر استفاده میکنه، ردیس، ماریا دی بی، کدی، انجینیکس هم فکر کنم داشته باشه. به خاطر همین حتما باید OSتون خام باشه که مشکل نخورید، یا اگه مثلا اینا رو دارید سعی کنید روی OSتون پاک کنید. من ترجیحم اینه که حتما یک بار OS ریلود کنید که توی نصب این اسکریپت مشکل نخورید و روی یک OS خام این کار رو انجام بدید. خب صبر میکنیم تا این اسکریپت دانلود بشه روی سرورمون. دوستان بعد از اینکه اسکریپت دانلود شد اینجا تو مراحل نصب ازتون چند تا سوال میپرسه که باید دقت کنید. اینها رو مطابق دقیقا ویدیویی که من دارم براتون ریکورد میکنم برید جلو و سعی کنید دقیقا همین کاری که من انجام میدم و انجام بدید که به مشکل نخورید توی بالا آوردن این پنل. خب اولین سوال چینی هست. طبق معمول ما برای اینکه ببینیم اصلا این چی گفته میایم از سایت دیپ ال استفاده میکنیم. حالا من این رو این گوشه براتون میذارم که یه موقع حالا دستوری رو اشتباه نزنیم. اینجا شما حتما ترجمه کنید.
میگه پورتی رو که برای وب سرور کدی میخوای انتخاب کن، دیفالت 8863 رو خودش انتخاب میکنه، ما میذاریم که دیفالت خودش این رو انتخاب کنه، اینتر میکنیم. دوباره یه سوال دیگه اینجا از همون میپرسه، احتمالا پسورد میخواد براش. آها گفته که دامینتون رو اینجا بزنید، ما دامینی رو که توی کلاد فلیر تعریف کردیم اینجا قرار میدیم. در نهایت اینتر میکنید. سوال بعدی که ازتون میپرسه چیه، این رو هم با هم میزنیم اینجا ترنسلیت بشه. میگه میخواد سرتیفیکیتی که برای این میگیرم، حالا برای TLS و XTLS، به صورت اوتومات این رینیو بشه یا دستی میخوای خودت انجام بدی؟ ما گزینه یک رو انتخاب میکنم که اوتومات باشه. اینجا میگه یه ایمیل بزن، حالا مثلا ما یه ایمیلی رو اینجا میزنیم یا اصلا میتونید ایمیل رو هم نزن، اینتر کنید. خب این شروع میکنه به نصب سری از این پکیج ها، با داکر همین کار رو انجام میده. خب سال بعدی راجع به ماریا دی بی هست، دیتابیس داره بچه، چون اکانتینگ روی این پنل شما میتونید داشته باشین پس قطعا باید دیتابیس هم داشته باش. خب اینجا هم که طبق مورد قبلی قطعا راجع به انتخاب پورت هست که ما انتخاب پورت ها رو همون دیفالت خودش قرار میدیم، پورت ها رو تغییر ندید ترجیحاً. یوزر روت رو هم اینجا اینتر میکنید. دوباره اینجا احتمالاً از شما پسورد میخواد. تو قسمت پسورد دقت کنید که همه پسوردها رو باید یکی بزنید. خب من اینجا از 1 2 3 4 5 6 استفاده میکنم. خب ساب میکنم که ماریا دی بی رو هم کارهای نصبش رو انجام بده. خب ماریا دی بی رو که نصب کرد، حالا از همون میخواد ردیس رو براش پورت مشخص کنیم. دوباره ما این رو اینتر میکنیم، احتمالا جای پسورد هم برای ردیس میخواد. دوباره این رو اینجا ترنسلیت میکنیم. بعد پسورد رو هم دوباره مثل قبل یکسان میزنیم، 1 2 3 4 5 6 میزنم برای ردیس هم. این رو هم ساب میکنیم تا با داکر نصب کنه روی سرورمون. حتی نصب اسکریپت رو دادن 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه، تحمل کنید، واقعا سخت نیست. مطابق اون چیزی که بهتون میگم برید جلو. اینجا سوالی که از همون میپرسه ببینیم چیه، گفته یه آی پی برای دیتابیست انتخاب کن که ما همون لوکال دیتابیس رو میخوایم، بخاطر همین اینتر میکنیم. برای تراجان پنل هم همون پورتی که خودش گفته اینجا رو انتخاب میکنیم به صورت دیفالت. یوزر رو روت میذاریم. دوباره پسورد میخواد ازتون، 1 2 3 4 5 6 رو انتخاب میکنید، اینتر. خب برای آی پی ردیس هم دوباره اینتر میکنید که دیفالت خودش انتخاب کنه، پورتش رو هم همینطور. پسورد میخواد قاعدتا، اجازه بدید من این رو چک کنم ببینم پسورد هست برای ردیس یا نه. قطعا باید پسورد باشه. بله دوباره 1 2 3 4 5 6 رو میزنید و ساب میکنید تا این عملیت نصبش هم تموم بشه. خب اینجا پورت تروجان پلنتون رو ازتون میپرسه، باز هم اینتر میکنید که همون دیفالت رو انتخاب کنه براتون. ساب میکنید تا تروجان پلنت رو هم براتون نصب کنه و تمام. تروجان پنل الان روی سرور شما نصب شده. مرحله دوم باید تروجان کور رو روی سرورتون نصب کنید. دوباره اسکریپت رو اجرا میکنید، همون اسکریپتی که اول با هم زدیم، تا اون پنل اصلی نصب اسکریپت باز بشه. این بار روی گزینه دوم کلیک میکنید، یعنی تروجان پنل کور، اینتر میکنید. دوباره ازتون آی پی میخواد، اینجا این رو اینتر میکنید. پورت رو دیدید، دوباره اینتر میکنید. یوزر روت رو تغییر نمیدین. پسورد رو ازتون خواست، 1 2 3 4 5 6 رو انتخاب میکنید. تو قسمت تروجان پنل دیتابیس این رو هم تغییر نمیدید، باز میذارید دیفالت باشه. تو قسمت اکانت هم چیزی رو تغییر نمیدید، اینتر میکنید. برای ردیس آی پی میخواد، باز اینتر میکنید که دیفالت انتخاب کنه. پورتش رو هم باز تغییر نمیدید. اینجا پسورد رو 1 2 3 4 5 6 میزنید، دوباره اینتر میکنید. ساب میکنید تا این فایل های کور رو هم دانلود کنه روی سرورتون. و
آچه حتما باید هم تراجان پنل و هم تراجان کور رو نصب کنید، وگرنه ارور میگیرید توی پنل اگر وارد بشید. خب این عملیات نصب هم تموم شد. الان ما کامل اسکریپت رو روی سرورمون نصب کردیم. حالا میریم ببینیم اسکریپت باز میشه روی سرورمون یا نه. خب دوستان برای اینکه وارد پنل بشیم باید چیکار کنم؟ این بالا دامنتون رو تایپ میکنید. حالا من دامنه خودم رو میزنم و دو نقطه رو قرار میدید تهش. 4-8 پورت پنل شما هست. حالا توی مثلا آموزش قبلی XCI فکر کنم 5-4-3-2-1 بود یا 1-2-3-4-5 بود، من نمیدونم یادم نیست دقیقا چی بودش، ولی اینجا 4-8 هست. خود اسکریپت هم توی پایان نصب بهتون آدرس پنل و یوزر پس رو هم بهتون میده اگه دقت کرده باشین. تو قسمت یوزر ادمین سیس ادمین رو میزنید، یعنی یوزرتون پس میشه سیس ادمین. تو قسمت پسورد هم 1-2-3-4-5-6 رو قرار میدید. خب بعد که اینتر میکنید این صفحه براتون باز میشه که همون صفحه اصلی پنل شما هست و شما میتونید اینجا همه چی رو مدیریت کنید مثل همون XUI، ولی خیلی کامل تر از اون هستش. پسوردتون رو اول از همه تغییر بدید. توی قسمت اکانت لیست وارد میشید. اینجا خب یوزرنیم سیس ادمین هست، میتونید یوزرهای متفاوتی رو اینجا ایجاد کنید. همونطور که بهتون گفتم یه اکانتی که خیلی کامل داره اینجا که حالا میتونید اینجا ادیت کنید این رو و پسورد جدید براش بذارید. حالا من یه پسورد دیگه میذارم اینجا و این رو کانفیرم میکنم. خب پسورد من الان تغییر کرده و خب من امنیتم یکم بیشتر شده، الان هر کسی دیگه نمیتونه وارد پنلم بشه. پس اولین کار تغییر پسورد یوزر اصلیتون هست. یوزرهای دیگر رو هم از همینجا میتونین اضافه کنین. حالا میتونین براشون حجم مشخص کنید و تاریخ حتی براشون قرار بدید که کی اصلا اون یوزر اینجا اکسپایر بشه. از این طریق میتونین یه اکانتینگ داشته باشین. اونایی که دنبال اکانتینگ بودن این پنل خیلی بهشون کمک میکنه. تو قسمت نود لیست میتونید وارد بشید و اینجا حالا پروفایل های متفاوتی رو ایجاد کنید. به عنوان مثال الان بخوام این پنل رو بهتون نشون بدم، این بالا که باید یه اسم مشخص کنید. حالا ما میذاریم مثلا ویلس. آی پی آدرس رو همون آدرس دامینی که مشخص کردین قرار میدیم. خب من دون وی اس میداد تیکه یه بار چک کنم که درست زده باشم. اینجا حالا پورت 443 رو انتخاب کرده، من میام یه پورت دیگه میذارم اینجا به فرض 5989. نوت تایپتون رو میتونید مشخص کنید که چی میخواین استفاده کنید. همونطور که بهتون گفتم بچه ایکس ری، تروجانگو، هیستریا، نیف پروکسی همه رو داره. اینکه حالا کدومش بهتر جواب بده بستگی به آی اس پی شما داره الان و اینکه شما چه نتی رو دارید استفاده میکنید. سعی کنید از هر پروفایل یه دونه ایجاد کنید ببینید که با کدومش بهتر نتیجه رو میگیرید و خب محدودیتی دیگه تو این زمینه ندارید. خیلی راحت هم میتونید از طریق این پنل و پروفایلی که میخواین ایجاد کن. به فرض حالا من میذارم رو همون ایکس ری باشه، پروتکلم رو ویلس میذارم. میتونید ویمس و تروجان هم انتخاب کنید. خب ترانزمیشن تایپ هم همون تی سی پی میذارم، وب سوکت هم داره. XTLS و TLS هم میتونید اینجا مشخص کنید، میتونید اصلا حذف هم بکنید باز مشکلی نداره. من میذارم به فرض همون XTLS باشه. این پروفایل رو اینجا کانفیرم میکنم که ساخته بشه و اگه این بالا بهتون پیام سکسس داد یعنی شما کانفیگتون رو درست انجام دادید. اگر کور رو روی سرورتون نصب نکنید یا توی حالا مراحل نصب اشتباه بکنید اینجا بهتون ارور میده و پروفایلتون براتون ایجاد نمیشه. خب بعضی پروفایل رو ایجاد کردن از سمت راست خیلی راحت، هم میتونید QR کدش رو به دست بیارید هم URLش رو کپی کنید. حالا من نکورایم رو قطع میکنم با هم بریم چک کنیم ببینیم کار میکنه این اسکریپت یا نه. من نکورای رو اینجا اگزیت میکنم. هم میتونید توی ویتوره هم توی نکورای پروفایلاتون رو قرار بدید. حالا من توی این آموزش از ویتوره استفاده میکنم چون توی نکوره هم یه عالمه پروفایل دارم که الان آی پی هاشون اینجا میفته تو تصویر، نمیخوام این اتفاق بیفته پس از همون ویتوره استفاده میکنم. خب ویتوره رو که باز کردید دوستان از این بالا کپی یو آر ال رو میزنید و داخل نرم‌افزار ویتورهتون تو قسمت ایمپورت قرارش میدین. اینجا اضافه میشه. حالا من اینجا
این رو انتخاب میکنم و در نهایت سیستم پراکسی رو آن میکنم ببینیم الان این پروفایلمون جواب میده یا نه. بریم با هم یوتیوب رو باز کنیم. خب یوتیوب رو که بدون هیچ مشکلی داره برام باز میکنه، سرعتش هم خوبه، هیچ مشکلی نداره. گوگل رو هم یک بار با هم چک میکنیم این ور. خب گوگل هم باز شد، باز هیچ مشکلی اینجا نداره. بریم یه پروفایل دیگه هم ایجاد کنیم. حالا من اینجا یه تروجان هم درست میکنم به فرض. دوباره تو قسمت IP آدرس باید همون دامینی که تعریف کردیم رو قرار بدیم. من دامینم رو میزنم، پورتش رو هم عوض میکنم، مثلا میذارم 7989. نوت تایپ هم رو میذارم روی X-Ray، اینجا میذارم روی تروجان. ترانزمیشن TCP باشه و این رو هم روی همون XTLS قرار میدم. خب این رو هم کانفیرم میکنیم ببینیم به چه صورت میشه. خب این هم الان پروفایل تروجانمون شد. دوباره کپی URL میکنم، میام این رو اینجا ایمپورتش میکنم. خب سرورمون رو عوض کنیم ببینیم با تروجان چه جوریه سرعتمون. خب یک بار دیگه من این رو رفرش کنم بدم یوتیوب برامون باز میشه یا نه. خب یوتیوب که خیلی راحت داره با تروجان باز میشه. تلگرامم رو چک کنیم. خب تلگرامم که بدون هیچ مشکلی اینجا لود شد و قسمت کانکتینگ هم گیر نکردش، هیچ مشکلی هم اینجا نداریم توی تلگرام. اوکی این هم از تلگراممون. حالا من اینو اگزییت کنم. پس بچه ها تمام این پروتکل ها الان داره درست اینجا برای ما کار میکنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که پروتکل های جدید چجوری باید استفاده کنیم. بازم فرقی نداره بچه ها، از همین منوی اد اینجا مثلا من الان یه نیف پراکسی میخوام ایجاد کنم. دامینم رو دوباره همون دامینی که تعریف کردیم قرار میدیم، doomvsme.tk. یه بارم چک میکنیم که ببینیم همه چیش درست باشه. پورت رو 443 است. تو قسمت نوت تایپ حالا میتونید تروجان گو یا نیف پراکسی یا هیستریا رو انتخاب کنید، بسته به ISP تون داره. ممکن روی سی از نتا خوب کار کنه، ممکن اصلا کار نکنه روی ینتی. حالا ما نیف پراکسی رو اینجا انتخاب میکنیم و در نهایت این رو کانفرم میکنیم و همونطور که میبینید این پروفایل هم برای ما ایجاد شده. شما خیلی راحت میتونید کپی URL کنید و URLش رو داخل حالا ویتری انجی تون یا نکوره تون یا حتی اپ گوشی تون قرار بدین ازش استفاده کنید. فقط یه نکته ای داره دوستان، اگر میخواید از مثلا نیف پراکسی یا تروجانگو یا حالا هیستریا یا هر چیز دیگه استفاده کنید، اینها یک سری فایل کور داره که باید برید داخل گیت هاب و فایل کورشون رو دانلود کنید و داخل پوشه نکوره ویتری انجی یا هر کلاینتی که با اینا سازگاری داره قرار بدین. روی گوشیاتون هم میتونید استفاده کنین. توی فایل نوت پد من براتون یه قسمتی رو گذاشتم، حالا مثلا روی اندروید نوشتم که مثلا با سایگرنت میتونین کارو انجام بدین. سایگرنت رو هم میتونین از گوگل پلی دانلود کنید و حالا پلاگینایی که برای نیف پراکسی یا تراجانگو یا هر چیزی باشه خودش اتومات براتون دانلود میکنه و راحت میتونید بهش وصل بشین. سعی کنید کپی یو آر ال استفاده کنید. جنریت کیو آر کد ممکنه نشناسه یا اصلا نتونه این رو ایمپورت کنه، از همون کپی یو آر ال استفاده کنید اگر میخواید از سایگرنت استفاده کنید. روی iOS بچه من گوشی اپل ندارم تست کنم، ولی فکر کنم روی شادو راکت بتونید این پروتکل های جدید رو هم تست کنید. باز دوستانی که گوشی آیفون دارن لطف کنن اینجا کامنت بذارن اگر حالا برای نیف پراکسی یا تروجانگو روی اپ خاصی دارن جواب میگیرن، اسمش رو بنویسن که بقیه هم بتونن استفاده کنن. دیگه چیز خاص دیگه این نمیمونه اینجا من بخوام بهتون توضیح بدم، همه چی رو بهتون گفتم. یه نکته ای که هم باید بهتون بگم اینه که شما الان اگر این دامینتون رو به صورت حالا بدون پورت وارد کنید، بعد براتون یه سایت رو باز کنه که یه سایت فیک هست، گوتیوب رو داره براتون باز میکنه و دامین شما داره الان به یه همچین سایتی اشاره میکنه که هر کسی دامین شما رو بزنه فکر میکنه یه همچین سایتی رو شما آوردید بالا. منتها اگر خب تعداد نصب این پنل زیاد باشه و همه بخوان یه همچین سایتی رو بیارن بالا، یکم ممکنه مشکوک باشه. اگر خواستید این سایت رو عوض کنید، تو پنلی قسمتی داری به اسم بیسیک کانفیگ واردش میشید، یه قسمت
فایل کانفیگ داره. اینجا میتونید یه فایل index.html رو قرار بدید، به صورت زیپ شده حتما باید باشه. یه فایل خیلی ساده رو میتونید اینجا بذارین، نهایتا 10 مگ باشه، و این رو آپلود کنید. و وقتی آپلود کنید این دیگه این صفحه رو نشون نمیده و اون فایلی که شما گذاشتید رو بهتون نشون میده. این هم یه نکته بود که حتما باید بهتون میگفتم که ازش استفاده کنید و حواستون بهش باشه. این یه فیک سایت هست و فقط داره نشون میده که دامین شما به همچین سایتی داره اشاره میکنه، یه همچین سایتی رو داره باز میکنه. اصلا مهم نیستش این سایتی که اینجا داره باز میشه. یه جورایی باعث میشه که شما سیفتر بتونید از این حالا پراکسیاتون استفاده کنید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. من سعی کردم با آسون ترین روشی که ممکن هست این پنل رو بهتون آموزش بدم و فکر کنم اولین جایی باشیم که آموزش ترجمه پنل رو گذاشته. حمایتتون رو از من دریغ نکنید. تا ویدیو بعدی، پیس آوت.